اگر بخوایم اراده اطاعت در ما پیدا بشه یا در عبادت بخوایم دقیقا با خضوع و خشوع انجام بدیم تمرکز پیدا کنیم حواسمون پرت نشه و این بر اونور نره باید یک نوع تسلطی بر ارادهمون داشته باشیم بر فکرمون بر خیالمون تا بتونیم اینا کنترلش کنیم خب چه دایی داریم این بکنیم آدم اینقدر باید تمرین بکنه که رو متمرکز کنه در یه جهت این برمور نرد و معمولا ما وقتی نماز شروع میکنیم بنده خودم رو عرض میکنم بسیار او اتفاق میفته اگر همیشه اینجور نباشه. هر چی فراموش کردم تو نماز یادم میاد کارهایی که باید انجام بکنم تو ذهنم رژه میره گاهی نسبت به یک کسی بدبینی داشته باشم هی hey, آر تو ذهنم هی نماز که تموم میشه از سلام علیکم که میگم متوجه میشم داشتم نماز میخوندم برای اینکه آدم کنترل کنه ذهن خودش را سراغ هر چیزی نداره زحمت میخواد تمرین میخواد خیلی کار میخواد خب چه دایی داری میکارا بکنی؟ باید بدونم که اگه تمرین کردم و حضور قلب پیدا کردم و خضوع در عبادت داشتم چقدر فایده داری؟ اگه یه دو رکعت نمازی با خوزگو بخونم از هزاران رکعت نمازی که پشت سرم تون تون میخونم و دلم هر جای میره ارزشی پیش داری. یه دو رکعت نماز اگه آدم با حضور قلب بخونه از هزاران رکعتی که حضور قلب نداشته باشه ارزشش پیش داری. حالا هزاران یعنی چی چقدر اونش حسابش با کرامل کاتبینه ما میگیم هزاران برای اینکه بالاخره یک مقایسه ای بکنیم ولی شاید بیش از اینها روح عبادت همون توجه به خدا هست وقتی توجه نداشته باشه یک ظاهر یک بدن مرده است خدا تفضلا این را قبول میکنه از این. خب برای اینکه بفهمیم خضوع در عبادت چقدر ارزش داره اینو یا باید خودمون ببینیم یا باید از کسانی که تجربه کردن میدونن اطلاعات صحیح دارن بشنویم و قبول کنیم در چیزای دیگه هم همینطور آنجا به عنوان مثال گفته هر کاری را میخوام انجام بدیم کار خوبی است خدا پسند هست چگونه باید انجام داد و این چقدر فایده داره اگر نکنیم چقدر ضرر داره یا عکسش بالاخره باید دادم شناخت داشته باشه این شناخت ها معمولا چشم و گوش درش بیشترین دخالت داره بعدش هم عقل باید فکر بکنه و نتیجه گیری بکنه تا اینکه یک شناخت حساب شده و سنجیده و مؤثری پیدا کنه